ما در سوال اول دوست داری رضایت خدا بالا سرم باشه و غضب خدا ازم دور باشه؟ ماها صبح تا شب جون میکنیم که رضایت اطرافیانمون رو جلب کنیم، زنمون، بچه‌مون، نوه‌مون، رفیقمون، همکارمون، شاگردمون. آیا تا حالا فکر کردیم چه کار کنیم رضایت خدا رو سرمون سایه بندازه؟ مادر دوست داری همیشه زیر سایه رضایت خدا باشم و از غضب خدا دور باشم؟ گفت آره مادر. گفتم سوال دوم، مادر دوست داری دعا مستجاب شه، دستم میاد بالا خدا حاجاتمو بده؟ گفت آره مادر. گفتم سوال سوم، مادر دوست داری خدا عمر طولانی بهم بده، 80-90-100 سال عمر کنم؟ چهار، مادر دوست داری جیبم همیشه پرپول باشه، دستم به خرج باشه، کاسه گدایی دست نگیرم؟ گفت آره مادر. گفتم سوال پنجم، مادر دوست داری نامم تو آسمون ها بدرخشه، نامم موندگار شه، بعد مرگم صدها سال نامم رو به بزرگی ببرند؟ خیاط باشم اما بشم رجب‌علی خیاط، خرما فروش باشم بشم میثم تمار؟ سوال ششم، مادر دوست داری عاقبتم ختم به خیر شه، این صفحه آخر عمرم خوب ورق بخوره؟ باباها بزرگترها حرف منو خوب میفهمن، قدیما پدر مادرها زیاد دعا میکردن پسرم خدا عاقبت تو ختمه به خیر کن، مثل طیب و مصطفی پادگان و فرج تراب و علی گندابی و اینا عاقبت به خیر شم؟ گفت آره مادر از خدامه. گفتم سوال هفتم، مادر دوست داری راحت جون بدم، مرگم آسون باشه، هم تو عالم ظاهر هم تو عالم معنا؟ همین الان خدا بیاد پایین به تک تک ما بگه بریم، میگیم کجا بریم؟ این همه آدم، چرا من؟ من جوونم، من تازه اولاد دار شدم، من بچه تو راهی دارم، تازه شغلم گرفته، تازه یه ماشین خریدم، میاد سراغ من، بریم کجا بریم؟ تازه اول کارمونه، نون در آوردنمونه، بریم بابا؟ ما تازه بازنشسته شدیم، میخوایم کیف کنیم. این سوال هفتم، مادر سوال هشتم، دوست داری 70 مرگ بعد از زندگیم بره؟ 70 مدل مرگ بعد، برو این بیمارستان ها ببین چجور آدم ها میمیرن، برو این پزشک قانونی ها ببین چجور جنازه میارن. مادر دوست داری 70 مدل مرگ بعد از زندگیم بره؟ گو آرزوم مادر. گفتم سوال آخر، مادر دوست داری خدا یه جا گناهامو ببخشه، جاش یه جا بهم حسنات بده؟ گفت آره. گفتم مادر این به کلام رسول خدا و اهل بیت همش کف پای توست، اول ما تعجل به الفنا عاقل والدین. مادر همه این نه تا رو رسول خدا و اهل بیت گفتن کف پای توست. سید مادرمو به زور نشوندم، تا حالا 3 باری تونستم این کارو کنم، چون مادر به راحتی راضی نمیشه بچهش بخوابه کف پای مادر رو صورتش بگذاره. سید تا حالا 3 بار این کارو کردم، مادرمو به زور رو مبل نشوندم، جان من، جان بابا، جان مادر اتجا تکون نخور، با قسم و آیه زور پاشو نگه داشتم، خودم دراز کشیدم کف پاشو گذاشتم رو صورتم. سید هر 3 بار مادرم اون بالا گریه میکرد، من اون پایین، هر جا میرم کارم 2 دقیقه را میفته، همه میگن جوون پارتیت کیه، بگم پول، بگم رانت، بگم اختلاس، بگم بابام. تو جامعه‌ای که همه تو نگاه ها، همه آدم ها فقط به نگاهشونه که آقا رانت و پارتی، کسی باور میکنه بگم من کف پای مادرم رو بوسیدم، کف پای پدرم رو بوسیدم، کارم را افتاد؟